پایانی مهلت قانونی اینجا در لندن، اما در شرق ایالات متحده هنوز حوزه‌های رأی‌گیری باز هست. همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. سارا از تظاهرات بگو. دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی هستم که در واقع به جای سفارت ایران داخل امریکا کارهای کنسولگری برای ایرانیان مقیم اینجا انجام میده و امروز رأی‌گیری از ساعت 8 صبح شروع کرده و به احتمال زیاد تا 5-6 ادامه داره، ولی به خاطر وجود تجمعات اعتراضی که از ساعت اولیه امروز روبروی ساختمان‌ها برگزار شده بود تغییر مکان داده و در واقع رأی‌گیری رو منتقل کرده به کنسولگری مکزیک اون برای و مقابل این ساختمون قرار داره. ساعت اولیه صبح گروه های معترض مجاهدین اینجا بودن، حدودا 100 نفر بودن، شعارهای علیه جمهوری اسلامی میدادن و برای چند ساعت اینجا بودن و هر کس که میخواست بره رأی بده شماتت میکردن و بهش اعتراض میکردن. الان پشت من که میبینی گروه های از حزبای مختلف و گروه های مختلف پادشاهی خواه، جمهوری خواه و از احزاب مختلف اینجا جمع شدن. همطور که میبینی پرچم های شیر و خورشید رو دارن، پلاکارت مختلف دارن، رو خیلی هاشون اشاره شده به همون کمپین نه به جمهوری اسلامی که از چندی پیش به خاطر من انتخابات شروع شده بود و به خاطر اینکه از داخل ایران و بدون وابستگی به هیچ حزبی بود بسیار طرفدار پیدا کرد. خیلی دیگه از عکسایی که اینجا هست عکس کسانیه که در دست جمهوری اسلامی کشته شدن و اینجا عکساشون رو می‌بینین، شعارهای علیه جمهوری اسلامی داده میشه. اینجا در کنار من کامران خانسارنیا هستش که از یکی از عضوهای مؤسسه اتحاد برای دموکراسی در ایرانه که این تجمع امروز تشکیل دادن. کامران به من بگو که این اعتراضات چقدر اهمیت میتونه داشته باشه برای دولت ایران؟ والا زمانی که ما میخواییم یه پیامی به جمهوری اسلامی رژیم قاسب در ایران بدیم گذشته. تنها چیزی که به جمهوری اسلامی داریم که بگیم یه نه بزرگه. ما بیشتر اینجا هستیم تا یه پیامی به مردم ایران برسونیم و اون پیام اینه که ما در کنار شما هستیم، مایی که خارج از کشور هستیم، شما رو هیچ وقت تنها نخواهیم گذاشت و تا روز پیروزی ملت بر رژیم با تو خواهیم بود و صدای شما به جهانیان خواهیم رسوند. ممنون کامران جان. من با یه چند نفر دیگه‌ام که صحبت کردن همه به این باور بودن که هر رأیی که داده میشه در واقع به عمر جمهوری اسلامی میافزاید و خب مشارکتم خیلی کم و از ساعت اولی که من اینجا بودم شاید کمتر از 10 نفر رفتن رأی بدن که اونم با اعتراض جمعیت و داد و بیداد سرش رو برشد. پلیس هم هست، تا الان دو تا ماشین پلیس بوده ولی درگیری پیش نیامده که بخواد پلیس دخالت کنه، بیشتر حالت ساپورت کردن بیشتر اینجا هست نگهبان باشه تا اتفاقی نیفته. ممنونم از سوسانا زاریا همکارم از واشنگتن دی سی از روبروی مرکز حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در پایتخت آمریکا.